سلام شاگردای عزیز با امید از که همه شما جور صحتمند باشین کار خانگی روز گذشته را انجام داده باشین درس روز گذشته را مرور کرده باشین و درس گذشته براتان کدام مشکل نمانده باشه درس روز گذشته ما شما بود که وسعت زوایای داخلی یک مثلث بود که ما شما را قبلا خاندیم که مجموعش این 180 درجه میشد شد امید است که شما قلم، کتابچه، کتاب, کتاب وسایل آموزشی دا داشته باشین و که ما درس جدید بر شما میتیم شما نکات مهمه یادداشت بکنید درس جدید البته ما از شما میخوایم عنوان شب بگیریم که چه قسم یک موضوع را ما انتخاب کردیم و کدام درس بر شما پیشکش میکنم در شکل شما شاگرد عزیز ببینین در این شکل یک مثلث است که به رنگ جگری سرخ تقریبا رنگه شده در اینجا یک نفر است به این شکل امیره عربدار است کش میکنه به طرف راست میبره شما شاگرده عزیز شما در اینجا بگین چند نوع زاویه را میبینین در این مسئله شما قبلا دیده بودین زاویه داخلی مسئله سه بودین هم که این ای زاویه داخلی این زاویه داخلی و این زاویه داخلی است شما بگین که این زاویه که دیگه تشکیل شده زاویه چی بله زاویه خارجی مسئله است بسیار خوب امروز ما شما میخوانیم زاویه خارجی یک مسئله بسیار خوب. بخاطر از که شما خوب دقیقتر بفهمین زوایای داخلی و خارجی را رسم دیگر را بر شما نشان میتم ببینین در این رسم چند نوع زاویه را در شکل زیر میبینید در او رسم قبلی هم نشان دادین در این رسم هم بر من نشان بدین ببینید در این رسم شما ببینید که سه زاویه داخلی به رنگ نارنجی رسم شده و یک زاویه خارجی به رنگ آبی یعنی در این جمع شما دو نوع زاویه را میبینیم یکی زوایای داخلی و دیگه زاویه خارجی به خاطری که خوب بهتر دگرام بفهم این رسم برای شما نشان میتم در شکل زیر دو نوع زاویه دیده میشود دو نوع زاویه یعنی یک زوایای داخلی ببینید زوایای داخلی به رنگ نارنجی یک زاویه داخلی ای دیگه زاویه داخلی و یا هم زاویه داخلی این را به این خاطر برای شما در رسمای مختلف نشان میتم که شما خوب مفهوم بگیرین که زاوی داخلی و زاوی خارجی در یک مثلث کدام جای است و چه قسم نمایش داده میشه در اینجا نوشته کردیم داخلی ای زاویه داخلی و یام زاویه داخلی یعنی هر مثلث دارای سه زاوی داخلی است و دارای سه زاوی خارجی است این زاویه ای که به رنگ آبی ما خارجی زاویه هم خارجی و ای هم زاویه خارجی پس هر مثلث دارای سه زاویه داخلی و دارای سه زاویه خارجی میباشد آن زاویه خارجی یک مثلث را تعریف میکند که زاویه خارجی مثلث چطور تعریف میشه در هر مثلث زاویه‌ای که از امتداد یکی از ازلا با بازدل دیگر مثلث تشکیل میشود زاویه خارجی نام دارد اندازه هر زاویه خارجی مساوی به مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاوره آن است ببینین در اینجا زاویه خارجی این مثلث A بی سی را شما در نظر بگیرین در مثلث A بی سی زل بی سی را امتداد دادیم ببینین امتداد دادیم تا به نقطه دیره آن وقتی که امتداد دادم گفته که اینمی زاویه که تشکیل میشه با زل دیگه مثلث زاویه خارجی است پس ببینین اینی زور دیگه که بارت از A, و امتداد یافته بی سی که عبارت از سی دیست زاویه که تشکیل میشه عبارت از نوشته کردیم C اینجا نوشته کردیم دو یعنی C ای زاویه یک زاویه داخلی میشه و دو زاویه خارجیش پس بنا ان اینمی زاویه خارجی مساوی به مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش است ببینین نوشته کردیم اینی زاویه یک است زاویه مجاور یا پالوی زاویه خارجی سی دوست گفته مجموع این زاویه خارجی مساوی به مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش یعنی زاویه c دو مساوی میشه به زاویه A جمع زاویه B غیر مجاور بسیار خوب با خاطری که ما شما بهتر بفهمین زوای خارجی را یک فعالیت ما مشترک انجام میدیم و سوال های زیر پاسخ دهید و سوال های زیر ببینید C یک جمع C دو سی یک جمع سی دو مساوی به چند میشه و سی یک جمع ای جمع بی مساوی به چند میشه یعنی سی یک جمع ای و جمع زاوی بی مساوی به چند میشه از تساوی بالا چه نتیجه به دست می آید ببینید شاگرد عزیز اینمی میرم امروی شما این فعالیت مشترک با شما کار میکنیم نوشته میکنم که جز اول اگه جواب بدم زاوی سی یک جمع زاوی سی دو مساوی به چند میشه زاوی سی جمع زاویه سی دو مساوی میشه شاگردادی چند درجه میشه شما را قبلا نمطالعه مطالع کردید یعنی سی یک جمع سی دو مساوی به یک سد و اشتاد درجه میشه مساوی میشه به یک سد و اشتاد درجه قرار چی؟ قرار زوایای مجاوری متممه یعنی قبلا ما شما خوانده بودیم که دو زاویه مجاوری متعامل و زاویه گفته میشه که مجموعشان 180 درجه باشه یعنی سی یک جمع سی دو شما میبینید به امتداد یک خط مستقیم است سی یک جمع سی دو یعنی زاویه یک و زاویه دو متمم همدیگرن که مجموعشان 180 درجه میشه بسیار خوب آل جز دو میشه جواب میگم زاویه سی یک جمع جمع بی چند میشه زاویه سی یک جمع زاویه ای جمع زاویه B این مساوی می شود چند درجه می شود ببینید سوالیه نوشته میکنم که سی یک ما شما در اینجا خود سی یک نوشته می کنم و ا را و بی را کلش قیمت گذاری می که چند درجه می ببینین ببینید زاویه سی یک ما شما از در مجموع کل از یا سه زاویه داخلی است سی یک جمع ای جمع زاویه بی این e مساوی می شود چون سه زاویه داخلی است که ما شما قبلا خواندیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث است 180 درجه است پس یا مساوی می شود 180 درجه اگر این را ما شما رابطه یک بگذاریم و این را رابطه دو بگذاریم پس حال در داخل گفته در دا که از تصاوی بالا چه نتیجه به دست می آید ببینید در اینجا سی یک جمع سی دوم یک سده درجه است و سی یک جمع جمع بی یا مساوی به درجه است یعنی طرف راست معادله با هم مساوی است پس طرف چپ خود به خود مساوی میشه یعنی چه معنا ببینید شاگرد عزیز اگر عمر سن سارش باشه 25 سال و علی هم باشه 25 سال این با این معادله مساوی دیگه ببینید اینجا عمر 25 سال علی 25 سال پس طرف راست ما شما مو اردوش 25 سال است پس بنا ان عمر عمرش مساوی به چی میشه مساوی به علی میشه اینجا هم عین شکل هم درست اول وقتی که طرف راست معادله 180 درجه است پس طرف چپ معادله با هم مساوی میشه اول نوشته میکنم زاویه C1 جمع زاویه C2 باید مساوی باشه با زاویه C1 جمع زاویه A و جمع زاویه بی از دو طرف مادر نظر به خواص معادله میتونیم سی یک حذف کنیم یعنی این دو مقدار مساوی را پس کنیم در صورت میمانه سی دو مساوی میشه و زاویه ای جمع زاویه بی بسیار آلی گفته چه نتیجه به دست می آید ببینین سی دو ما شما که در رسم ببینیم سی دو مساوی شد به ای جمع بی مساوی شد به ای جمع بی یعنی مساوی به دو زاویه داخلی غیر مجاورش پس این نتیجه است که ما شما سوال فعالیت البته انجام دادیم یعنی از این نتیجه میگیریم که مجموعه زاویه خارجی یک مسئله است مساوی مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش بسیار خوب خب حالا باید بفهمیم که مجموع زوای خارجی یک مسئله چند درجه است ما شما مجموع زوای داخلی یک مسر است قبلا 180 درجه است شاگردی شما برای ما گفتم میتونید که مجموع زوای خارجی یک مسر چند درجه است بله 360 درجه است در اینجا نوشته کردیم که مجموع زوای خارجی یک مسر است مساوی با 360 درجه در اینجا هم باید آور که هر مسر ای که باشه حاد زاویه قائم زاویه منفرد زاویه هم از مسر ها مجموع زوای خارجی شاگرد ثابت مساوی به 360 درجه شما به خاطر بیتر بهتر بفهمین این مثال ما شما مشترکاً حل میکنیم ببینین مثال اول در یک مثلث قائم زاویه متساوی ساقین میخواهیم اندازه زاویه خارجی را که از امتداد وتران به دست میآید اندازه بگیریم آیا در این وضعیت فرق میکند که وتر را به کدام جهت امتداد دهیم شما چه فکر میکنید شاگرد عزیز اگر مسلس متساوی ساقین و قایم زاویه باشه اگر وقتش امتداد بدهیم به طرف چپ یا به طرف راست کدام فرق میده مجموع زاویه خارجی مسلس که نمی آید؟ ببینیم در اینجا حل چون مسلس قایم زاویه است یک زاویه 90 درجه است ببینید اینی زاویه ما شما از 90 درجه از اینکه این مسلس متساوی ساقین است پس زاویه بی و زاویه سیک با هم مساویستند پس در اینجا نوشته میکنیم که C دو مساوی میشه با C دو مساوی با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش یک زاویه غیر مجاورش A و زاویه دیگهش بیس پس نوشته میکنیم که C دو مساوی میشه با ای جمع بی وقتی که مجموع زاویه داخلیش ای جوابی قیمت گذاری کنیم پس مساوی میشه با ای ما شما 90 درجه است و B ما شما چند درجه است 45 درجه کردوش جمع کنیم مساوی 135 درجه میشه زل بی سی امتداد دادیم به این طرف اگر ما آل بی سی به این طرف امتداد بدیم شاگرد دلیل به این شکل آیا تفاوت می ده ای؟ هیچ تفاوت نمی ده باز هم نمو شکل میشه عین می شکل یک مشخص حل کردیم باز هم نوشته میکنیم B2 دو مساوی میشه با زاویه ای جمع زاویه سی یک دوباره می قیمت اول می کنیم 90 جمع 45 مساوی میشه با 135 درجه بنا ان وسط زاویه سی دو مساوی با 135 درجه مثال دوم در مسلس ABC بی A زاوی ای مسای 50 درجه و زاویه B مسایی به درجه است زاویه خارجی سی چند درجه است مثل پیشتر واری شاگرد عزیز ببینین این سوال که پیشتر حل با به این شکل ای حل میشه در این مسئله ABC ای ضرور نیست که رست بکشیم به خاطر در بعد جای آدم خود مفهوم گرفته میتونه که زاویه خارجی را پیدا کنه. در اینجا نوشته میکنم که زاویه C دو که زاویه خارجی است پس مساوی میشه به دو زاویه دو زاویه داخلی غیر مجاورش یعنی نوشته میکنم که زاویه A جمع زاویه B پس زاویه C دو که زاویه خارجی مسلس است مساوی میشه به هفت زاویه A ما شما است پینجا درجه جمع زاویه B ما شما است هفتاد درجه جمعشان کنیم مساوی میشه به سفر با سفر سفر و هفت و پنج دوازده یکصد دو و درجه پس زاویه سی دو مساوی شد به 120 درجه بسیار یا مثال دوم بود که محل کردم برای شما به می ترتیب با حلی مثال دوم میرسیم به پایان درس و در پایان درس ما می که طبق معمول خلاصه درس را برای شما بگیم ببین. ببینید شاگرد امروز ما شما خواندیم زاویه خارجی یک مثال است تعریفش میکنیم زاویه خارجی یک مثلث عبارت از زاویه است که از امتداد یک زل مثلث با زل دیگر مثلث ایجاد میشه و او مثلث زاویه که ایجاد میشه عبارت زاویه خارجی مثلث است خواص زاویه خارجی مثلثی است که زاویه خارجی یک مثلث مساوی مجموعه دو زاویه داخلی غیر مجاورش است این مقدار شما خواندیم شاگرد عزیز و بسیار ساده بود به خاطر اینکه ای شما بیشتر تمرین کرده باشین کار خانگی برای شما البته من پیشکش میکنم کار خانگی شما دو سوال است سوال اول اندازه هر سه زاویه خارجی مثلث مختلف الاضلاع زیر را پیدا کنید ده ای رسم شما در این رسم شما میبینید در این مثلث یعنی زاویه خارجی از ایده زاوی خارجی A, B, C را شما در خط دریافت میکنین سوال دوم شما قیمت اکس را از شکل زیر به دست دارید ده این شکل ببینید این زاویه خارجی شما 100 44 4 درجه است این زاویه خارجی شما 140 درجه است و اینجا اکس دادیم یعنی قیمت ایکس شما پیدا کنید که با چه ترتیب پیدا میکنید پس یک من می کنم که مجموع زوایای خارجی مساله است یعنی زاویه اکس جمع 144 درجه جمع 140 درجه این مساوی میشه با 360 درجه از اینجا قیمت اکس دریافت میشه ای بود درس ما شاگردهای عزیز با امید ازی که درس فرا گرفته باشین و کار خانگیتان انجام بتین ای درس مرور کنین تا به در درس بعدی شما آماده شوید تا درس بعدی که موضوع شما می میایم و تقدیم میکنم درس جدید همگی شما رو به خدای پاک مسپارم